به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هموطنان گرامی، بیننده عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوشحال و خوشوقت هستیم از اینکه باز هم با ارائه برنامه جدید افغانستان در مهراق حوادث خدمت حضور شما هستم. امروز پنجشنبه هست، مورخ 9 جوزای 1398 خورشیدی، مطابق 30 می 2019 میلادی و روز 24 ماه مبارک و خجسته رمضان است. ما در دهه رحمت قرار داریم و در این ماه مبارک و در این روزهایی که واقعا همه مسلمانان جهان مشغول و مصروف طاعات و عبادات می باشند، از بارگاه الهی استطاع دارم که طاعات و عبادات همه ما شما را قبول درگاه خود بگردانه و به تمام ملت مسلمان افغانستان در هر جایی که هستند خوشی و آرامی و سعادت نصیب بگردانه. بدبختانه و متاسفانه غمنامه و دردنامه و مصیبتنامه افغانستان هر هفته از ورای برنامه افغانستان در مهراق حوادث خدمت حضور شما پیشکش میکنم. درد و علم و رنج ملتی را که واقعا هر روز داره اوضاع سیاسی و نظامی و اجتماعی از او با بحران میره. ما متاسفانه و بدبختانه در هفته ای که گذشت شاهد تحولات سیاسی و نظامی غمباری بودیم. یک عده از سیاسیون افغانستان، مسکو، فدراتیو روسیه به بهانه تجلیل از 100مین سال روز به اصطلاح پیمان دوستی و معاهده دولتین افغانستان و اتحاد شوروی او زمان به روسیه جلب کرد. در حین زمان اونا نماینده های گروه تروریستی طالب ها را هم به مسکو خواستند. از دولت افغانستان یکی دو نماینده غیر رسمی حضور داشت، ولی همین اقدام دولت روسیه نشان داد که برای بدست آوردن و یا سپردن جایگاه سیاسی و نظامی برای طالب ها در افغانستان و بلند بردن وجاهت سیاسی و نظامی طالب ها در افغانستان روس ها سخت در تلاش هستند. در بازی مسابقه بسکشی افغانستان روس ها هم نمی خواهند که به اصطلاح از حریف در میدان بسکشی افغانستان پس بمانند. و بدبختانه و متاسفانه ایدری بازی، یعنی باز هم ملت افغانستان پامال میشه. سیاسیون معاملگر و سیاسیون فرصت طلب و سیاسیونی که فقط به منافع شخصی خود میاندیشند دویده دویده به مسکو برده شدند و به اصطلاح اونا در حضور طالب ها زانو زدند و مو تسلیمی خود را و مو عجز و ناتوانی خود را اظهار کردند و ابراز کردند و اعلان همبستگی و همپیمانی مجدد با طالب ها کردن. بدبختانه بازی مسکو یک بازی مسخره هست. هموطنان گرامی، قسمی که در دور اول مذاکرات مسکو به اصطلاح از طرف یک اتحادیه افغانی به اصطلاح کارهای استخباراتی که روسا می کرد و می کنند، نماینده های طالب ها را با بعضی از سیاسیون افغانستان برای بار اول در مسکو گرد هم آوردن، ولی ای بار وزارت خارجه روسیه و همچنان آقای زمیر کابلوف که نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در قضیه افغانستان است و یک مدت زیادی در قضایای افغانستان نقش و رول بازی کرده، از زمان شوروی ها تا به امروز با احزاب کمونیستی افغانستان ارتباطات تنگ و تنگ و ناگسستنی داشته و مدت زیادی هم به عنوان سفیر روسیه در افغانستان خدمت کرده، آقای کابلوف به اصطلاح گرداننده از این مذاکرات و همچنان وزیر خارجه روسیه، آقای وزیر خارجه روسیه به اصطلاح افتتاح کننده از این گفتمان و یا این برنامه سیاسی بود. یعنی به بهانه 100مین سال روز تجلیل از دوستی روسیه و افغانستان، چرا روزها به اصطلاح ایره به شکل رسمی و دیپلماتیک در سطح دولت ها تجلیل نکرد؟
که نماینده های سیاسی طالب ها و نماینده های سیاسی احزاب سیاسی را خواستند و در دور هم مذاکرات بین الافغانی را به اصطلاح رقم زدند. آیا واقعا ما در 100 سال گذشته وطنان گرامی با روزها رابطه افغانستان رابطه دوستی بوده؟ آیا روزها واقعا یک دوست صادق بودن بر قضیه افغانستان؟ تاریخ شاهد و گواه است وطنان عزیز. مداخلات و تجاوزات روزها در آسیای میانه و قدم به قدم پیش آمدن به طرف افغانستان و بالاخره افغانستان اشغال کردن یک تاریخچه بسیار دردناک و غمبار است. یک صفحه دردناک و تاریک تاریخ است. روزها هرگز دوست صادق نبودند. برای هیچ کشوری نبودند. و در ارتباط به افغانستان متاسفانه در این 100 سال گذشته مداخلات روزها و به اصطلاح مدسایس و توطئه‌ای را که اینا چیدن تا سقوط رژیم ها در افغانستان، تا برانداختن کودتاهای متعدد در افغانستان و بالاخره حضور فیزیکی و اشغال رسمی و علنی خاک عزیز ما افغانستان توسط روزها بود. یعنی پای تمام جنگ ها، خونریزی ها و ایرانی هایی را که امروز افغانستان شاهد از او از روزها در افغانستان باز کردن وطنان گرامی. در 100 سال گذشته روزها هر برنامه، هر پروژه و هر پلانی را که اینا داشتن به خاطر امی که افغانستان در سیطره خود داشته باشند و یکی از اقمار شوروی بسازند و خاک افغانستان به اصطلاح من حیث پایگاه روسا مبدل شود، متاسفانه و بدبختانه در 100 سال گذشته اینا امی پروژه را پیش بردن. به خاطر اشغال افغانستان اینا سرمایه گذاری کرده بودند. اگر پروژه های اقتصادی در افغانستان آوردن به خاطر وابستگی های افغانستان بود. اگر در سکتور امنیتی افغانستان و بخش نظامی افغانستان روسا کمک کردن، دیدیم که نتیجه شبیه بود که اردوی وابسته با شوروی را ایجاد کنند و صاحب منصبا و عساکر را که به اصطلاح تربیت شده خودشان است به اصطلاح بر افغانستان روان کنند، سلاحای کونه و زنگ زده خود بر افغانستان فروختند و بالاخره اردوی افغانستان و وابسته به خود ساختند، بالاخره دولت افغانستان از نظر اقتصادی و سیاسی و نظامی وابسته به خود ساختند، متکی به خود ساختند و همی بود که به حساب با تغییر رژیم ها خواستند که منافع خود را بیشتر در افغانستان تحکیم ببخشند و بالاخره علنا و عملا داخل صحنه شدند و با فرستادن بیشتر از 140 هزار نیروی نظامی دردمندانه و ظالمانه و به حساب صفاکانه خاک وطن ما را اشغال کردند در دهه 80 و ما شاهد خونین ترین جنگ ها، کشتار ها، بیرحمی ها و ایرانی ها ملت عزیز ما توسط روس ها و ایادی از اونا بودیم. یعنی چی جنایت و ظلم و فجایع نبود که روس ها و دولت دستنشاندی از اونا در افغانستان بر ملت ما تحمیل نکردند. علت مهاجرت های میلیونی روس ها بودند. علت کشتار و ویرانی و بربادی افغانستان روزها بودند و تا به امروز هم که امروز است امی کنفرانس نشان دهنده و ثبوت و به اصطلاح سند مداخله روزها در قضیه افغانستان است. روزها هرگز دست نکشیدن از مداخله در افغانستان و نمی کشن هم و بالاخره میدان بسکشی افغانستان روزها امریکایی ها و کشورهای منطقه داره برای ما به اصطلاح اما آتش در افغانستان و در سرزمین ما باز هم آتش میزنن افغانستان و با این میدان کشمکش ها افغانستان متاسفانه قدم به قدم به سوی ویرانی و بربادی و به سوی نابودی روان است. سیاستمداران ما قسمی که من دیشب در فیسبوک هم مختصر یک سطر نوشتم که بدبختانه متاسفانه شاید در کمترین کشورهای جهان سیاستمدارانش اینقدر وابسته به کشورهای خارجی باشه، اینقدر ارزش فروش باشه، اینقدر به اصطلاح بی‌درد و بی‌درک باشن که فقط به خاطر منافع شخصی خودشان هم در خدمت منافع کشورهای غربی باشن، در عین زمان به خدمت کشورهای شرقی باشن. یعنی به شرق و غرب خود میتونن بفروشن، چنانچه به اصطلاح سند ثبوتی زی حرف آمده کرده است. آقای کرزی کی هست، چی بود، چگونه به قدرت رسید، در دوران کاری خود چی کرد و بالاخره امروز در مسکو چی میکنه.
و به اصطلاح دعوت از روس‌ها در برای مداخله در افغانستان، دعوت از روس‌ها به این که پای خود را در قضایای افغانستان بیشتر از این داخل بسازند، و طالب‌ها هم که مانور میکنند و یا پاکستان به اصطلاح برشان همین مانورها را آماده میسازد تا از آدرس‌های مختلف مطرح شوند، در قطر مطرح شوند، در مسکو مطرح شوند. یعنی امی به اصطلاح فرستادن هیئت طالب‌ها، آمدنشان در مسکو و در پیشروی کمره ها نشستن با دیگرها صحبت کردن از یک موضع قدرت و به خاطر به دست گرفتن وجاهت نظامی و سیاسی این بازی صورت میگیره. زیر فشار قرار دادن امریکایی ها هست که به اصطلاح طالب ها از آدرس مسکو به اصطلاح سر برون می آورن. پاکستانی ها بسیار زیرکانه بازی میکنن وطنان گرامی در قضیه افغانستان. دیپلماسی پاکستان سخت فعال است. برای آوردن یک حکومت دست نشانده خود در افغانستان در سطح منطقه و جهان پاکستان بسیار شدید فعال است. طالب ها ایتشان هرگز بدون اجازت پاکستان و مداخله پاکستان و به اصطلاح متوافق پاکستان و آیسای نمیتونن به هیچ کشوری برن و هیچ عملی نکنن. رهبریت فعلی طالب در مابین پاکستان از شورای کویته و شورای پشاور و شورای زینا و شورای حقانی و اینا همگی در پاکستان هستن. ملا عمر در پاکستان بود و به اصطلاح اونجا جان باخت و ملا منصور در خاک پاکستان کشته شد و امروز ملا هیبت الله و دیگر ملاهایشان کلشان در پاکستان هستن. وقتی بن لادن در پاکستان پناه داشت، مطمئن باشین که رهبرای طالب ها در اونجا هست. همین ملا غنی برادر در پاکستان گویا اینا به زندان کشانیده بودند، ولی در حقیقت برای حفظ از او او را در میمانخانه های خود نگاه کردند و امروز امو زندانی را میفرستند و ایر سخنگوی خود میسازند. یک بازی هست هموطنان گرامی و این بازی به شدت جریان داره، ولی چیزی که بسیار دردناک است در افغانستان است که سیاستمداران دیگی که به شمول آقای حامد کرزی و به شمول آقای محقق و قانونی و من میفهمم در این جلسه آقای استاد عطا به حساب نمایندگی از طالب ها حرکت های رکرده، این بسیار دردآور و جای تأثیر و تأسف است. این سیاست مدارانی که گویا در این 18 سال در چوکات دموکراسی و احزاب و سازمان ها و سیاسی فعالیت کردن و برای آوردن یک نظام مردم سالار شعار می دادن و به اصطلاح در جهاد مقاومت خود را می گرفتن، اینا چگونه عالی دست کشورهای مختلف می شن. یک زمان اینا پیش قراول تجاوز امریکایی ها گردیدن در این خاک و امروز به اصطلاح در بازی پاکستان و روسیه شامل گردیدن. همون کسی که به اصطلاح قرارداد امنیتی را با امریکایی ها امضا کرد، حنیف اتمر خادیست، امروز اعلان میکنه که ما خواهان خروج نیروهای خارجی هستیم. اولین شرط و اولویت وسایل سیاسی افغانستان همیست که خارجی ها از افغانستان خارج شوند. آیا 4 سال پیش یا 5 سال پیش که قرارداد امنیتی را امی خادیست به قلم گرفت و امضا کرد، نمیدانست که چی را امضا میکنه، در او قرارداد چی شامل است، در او پیمان امنیتی چی امریکایی از اینا میخواهد؟ آیا بازی مسخره را که در لوی جرگی به اصطلاح مشورتی کرزی بازی کرد که درای مردم برای مشورتی میخواست بگیره، مشوره مردم بگیره که چطور ما آیا قرارداد امنیتی رو با امریکا امضا کنیم یا نکنیم، رای اکثریت هم به اون بود که باید امضا شود، ولی کرزی دیدیم که بازی میکرد و عنیف اتمر یا کرزی یا استاد عطا یا محقق اینا کسان هستند که با تجاوز همکاری کردند، پیش قراول تجاوز بودند، از امو تجاوز به میلیون ها و میلیون ها و میلیاردرها مبدل شدن و همه و همه قدرت و ثروت و شهرت افغانستان در این مدت بیشتر از او در خدمت از امینا بود، در اختیار از امینا بود و امروز هم که اینا بازی میکنن به خاطر منافع خود میکنن. برای اینا به تفاوت است که در قدرت کی بیایه، ولی اینا باید شریک باشن، منافعشان نفسی و منافع اقتصادیشان، منافع سیاسیشان. بدبختانه متاسفانه مثل که آقای اسماعیل خان و استاد عطا و چهار قانونی و چهار رسوای دیگی آرمانهای جهاد و مقاومت در پای به اصطلاح خادیست ظالم مستنطق قاتل به نام عنیف اتمر بخشیدن، برای در پای یک کمونیست حزب دموکراتیک خلق بخشیدن و به او اطاعتنامه نوشتن
بر از اینا ارزش ها هیچ مطرح نیست، نه ارزش های عقیدتی، نه ارزش های جهادی، نه ارزش های مقاومتی، نه ارزش های ملی. بر از اینا اگر روسا اینا رو در قدرت برسانه به مسکو میرن و اگر امریکایی ها بر از اینا به اسلام و امتیازات به پیش قراول تجاوز 2001 امریکایی ها میشن و 18 سال در خدمتش می باشن و اگر امروز پاکستان به اصلاح مانور بازی میکنه و دوباره میخواد یک طالب ها رو به قدرت برسانه، اینا با فردا حیاتشون به پاکستان هم خاطر رفت و اظهار خان کرد که پاکستان خانه هجرت ما هست، خانه دوم ما هست، خانه هجرت دوم ما بود و من این وطن دوم ما هست، شعارهایی که در دوران جهاد میداده. به هر صورت هم وطنان گرامی، مذاکرات مسکو نه در ارتباط مسائل دوستی افغان ها با روس ها هرگز در 100 سال ما دوستی نداشتیم. بزرگترین و ویران کننده ترین و اسلام و خشن ترین جنگ را که افغانستان شاهد بود و ایرانی ها متهم افغانستان را در پی داشت تجاوز اتحاد شوروی بود. بزرگترین مهاجرت را که در تاریخ افغانستان ما شاهد بودیم تجاوز شوروی به اصطلاح ایجاد کرد و علت و عامل از او تجاوز بود. یعنی بدبختی های افغانستان در دهه 80 حادترین بود. ما جنگ های عظیمی را در طول تاریخ گذشتان دیم، مگم بسوی جنگ که تجاوز شوروی افغانستان و ایران را برباد کرد و ملت ما را به اصطلاح آواره ساخت و ملت ما را در داخل افغانستان و خارج افغانستان به اصطلاح ضربه زد. تجاوز دهه 80 اتحاد شوروی بود، حاکمیت یک ظالمانه و جبارانه. بله هموطنان گرامی، قسمی که گفتم یعنی تجاوز دهه 80 اتحاد شوروی به افغانستان که در پی کودتای ننگین و کودتای خونین هفتم ثور صورت گرفت، یعنی جبارانه ترین، ظالمانه ترین و همونطور مختنق ترین نظام و حاکمیت در طول تاریخ افغانستان بود، باعث ویرانی و بربادی ما کردید. چی ویرانی مادی، چی معنوی، چی از نظر به اسلام و از نظر تمام شیرازهای ملت افغانستان در جنگ های دهه 80 از هم پاشانید. و امروز ما اگر بسیار مشکلات حاد نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و غیره داریم، همه و همه مولود اونمو تجاوز و اشغال است. و 100 سال گذشته قسمی که گفتم نزد مورخین، نزد کسانی که کارشناسا هستند و پژوهشگران هستند، اونا کتاب‌های متعدد و زیاد نوشتن و آثار بسیار ارزشمندی در ارتباط با مداخلات روسا هست که یکی از آثار بسیار زیبا و بزرگ توسط دکتر صاحب نصری حق شناس نوشته شده، دسایس و جنایت روس در افغانستان از امیر دوست محمد خان تا ببرک، یعنی یکی از بزرگترین و بهترین کتاب‌های تاریخ افغانستان است، روابط روسیه و افغانستان رقم زده و به اصطلاح نمایش داده و ثبت کرده. برای نسل جوان بسیار ارزش داره که کتاب دکتر صاحب اقشناس تحولات سیاسی جهاد افغانستان و همچنان دسایس روس در افغانستان باید مطالعه کنند. ما شاهد هستیم که و امی سیاست روسیه و امی به اصطلاح خود حضور فیزیکی روسیه و تجاوز روسیه ثابت کرد که تمام پروژه های اقتصادی و تمام به اسلام و به اصطلاح کمک هایی را که روسا بر افغانستان وعده کردن و عملی می ساختن بر انحصار سیاسی، نظامی و اقتصادی افغانستان بود و بدبختانه متاسفانه او پروژه ها بسیار از نظر فیزیکی، از نظر تکنیکی، از نظر به اسلام تولیدی و از نظر ازی که به اسلام ساختار از او پروژه ها بسیار مشکلات داشت و ناکام بود. چنانچه بزرگترین به اسلام پروژه را که روسا در افغانستان عملی کردن ساختن و یا تأسیس همی شورای سالنگ ها هست. شما شاهد هستین که در هیچ کشور جهان به این سویه ای طور یک شورای یا ای تو یک تونل همیش مسدود و همیش با دچار مشکلات نمیتونه بوده باشه. همی شورا، همی تونل
بیشتر از زیادتر وقت سال در وقت زمستان باشه یا مسدود است و یا دچار مشکلات است. این شارای حیاتی و که به حساب شمال و جنوب افغانستان با هم وصل میکنه توسط روسا ساخته شد و ما میبینیم که چقدر ناکام است. به هر صورت هموطنان گرامی، یعنی مذاکرات مسکو یا کنفرانس مسکو، مداخله مسکو در قضیه افغانستان، آوردن طالب ها، آوردن بعضی سیاسیون معاملگر و سازش کار و فرصت طلب و کسانی که بر پی منافع شخصی خود به کنفرانس ها میرن، خصوصا به مسکو و به تهران و جاهای دیگه سر میزنن و از هر طرف به اصطلاح طلب حمایت میکنن، طلب کمک میکنن و طلب وزیر میکنن که اونا باید توسط به حمایت از اونا در قدرت افغانستان مطرح باشن. بدبختانه متاسفانه اینا کسانی هستند که در بازی های گذشته و حال افغانستان به نفع خود، به ضرر منافع عمومی ملت افغانستان، اینا مانند ببرک ها، ببرک امریکایی و ببرک به حساب روسی، اینا در پی منافع خود برای تجاوز و برای دعوت از مداخله و تجاوز کشورهای خارجی تلاش میکنند. امروز پای روسا را دوباره به قضیه افغانستان عملا و علنا کشانیدن و اونا را به قضایای افغانستان دعوت کردن توسط حامد کرزی و همی کسانی که به مسکو رفتن صورت میگیره. کسانی که امریکا را به افغانستان آوردن، کسانی که پیش قراول تجاوز امریکا و ناتو به افغانستان بودن، امروز اینا در خدمت روس ها و منافع روس قرار میگیرن. به خاطر که امریکایی ها شاید به اینا دیگه اونقدر ارزش نمیده. و یک صفحه دردناک تاریخ افغانستان است. قسمی که گفتم، بدبختانه و متاسفانه کنفرانسی که در مسکو دایر شد به بانی صدومین سال روز اعلان دوستی به اصطلاح افغان شوروی، البته در او زمان کشور به نام فدراتیف روسیه نبود و کشور بزرگ به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود و زمانی که افغانستان استقلال خود را گرفت، اولین کشوری که به اصطلاح دولت جدید و جوان افغانستان در به رسمیت شناخت، ابی جماهیر اتحاد شوروی بود و اون به دلیل از اینکه روس ها در رقابت شدیدی که با انگلیس ها داشتند از زمانهای بسیار قدیم، از زمان تزارها روسها توجهی به اصطلاح کشورهای آسیای میانه و همچنان جنوب شرق آسیا و خصوصا بحر هند داشت و در رقابت شدیدی با استعمار انگلیس قرار داشت روسها. و وقتی جانشین به اصطلاح حکومت تزارها، همی حکومت کمونیستی بولشویک ها یا اتحاد جماهیر شوروی را به اصطلاح تشکیل دادن و یک کشور بزرگی که بعداً 15 جمهوریت داشت، افغانستان از طرف یک کشور به نام اتحاد شوروی دولتش به رسمیت شناخته شد و به اصطلاح روابط دوستی اعلان گردید. استقلال هر دو طرف استقلال یکدیگر را به رسمیت شناختند و به اصطلاح عدم مداخله در امور یکدیگر و چند مسائل دیگی، همکاری ها و غیره و غیره اعلان کردید. ولی بدبختانه و متاسفانه چون هدف روسا، قسمی که من گفتم، هدف دولت مردان کمونیستی اتحاد شوروی امی بود که باید مداخله میکردن و به هدف مداخله در کشورهای همسایه، خصوصا در افغانستان که به اصطلاح یک پل به طرف بحر هند بود، روسا کوشیدن که به اصطلاح روابط تنگاتنگ اقتصادی و سیاسی و حتی بعدا نظامی با افغانستان برقرار نمایند و متاسفانه پروژه ها و متاسفانه مو به اصطلاح برنامه هایی که اونا داشتن قدم به قدم در سیاست و در اقتصاد و در مسائل امور افغانستان اینا حاکم گردیدن و بالاخره ما شاهد بودیم که با سقوط سلطنت در افغانستان و کودتای اولی که در 26 سرطان صورت گرفت، روسا با اهداف و منافع خود بسیار نزدیک گردیدن و بعد از 5 سال به اصطلاح حکومت سردار محمد داوود خان با سقوط جمهوریت اول، حزب دموکراتیک خلق افغانستان که به اسلام و دست پرورده های مسکو بودن و شوروی و سایر منصبایی که در مسکو درس خوانده بودن و به حساب اندیشه های چپ و ایدولوژی کمونیسم مجهز شده بودن، اینا دست به کودتای خونین و ننگین 7 ثور میزنند و روسا در بعد از او دیگه عملا و علنا در قضایای افغانستان شامل میشن و
و تا ششم جدی با اشغال به اصطلاح رسمی افغانستان و الحاق افغانستان به اصطلاح و عوضی سیاست خود مقدرات ملت افغانستان روسا به دست خود میگیره یا شوروی زمان. به هر صورت اینایی که امروز برش صدومین سال روز دوستی به اصطلاح افغان شوروی به مسکو رفتن کسانی هستند که دیروز ببرک کارمل حزب دموکراتیک خلق متهم به این میکردن که در محور منافع روس ها بر ضد منافع ملی افغانستان در خدمت منافع شوروی ها قرار دارند، ولی اینا امروز به خاطر منافع خود به اصطلاح پایکوبی و رقص و به اسلام و سفارایی با روس ها یک جا میکنن، از حامد کرزی گرفته تا تمام 40 دزدانش که به اصطلاح در محور کرزی به مسکو رفته بود. و هر صورت در این لحظاتی که من برنامه را خدمت حضور شما ثبت میکنم، گفته شد که کنفرانس مسکو بدون نتیجه به اسلام گفتمان دروزی که طالب ها با مخالفین سیاسی خود یا مو به اسلام سیاستگران افغانستان که نامش گذاشتند بی نتیجه کنفرانس پایان یافت، به این معنا که موضوع آتش بس که اینا اصرار داشتن طالب ها قبول نکردن و همچنان ادامه جنگ اونا اصرار دارن و گفته شد که به اصطلاح هم در ماه مبارک رمضان و هم در روزهای این جنگ ادامه پیدا میکنه و طالب ها خواهان گرفتن کامل قدرت سیاسی و نظامی در افغانستان هستند و همچون سیاست ها و همچون بازی هایی را که پاکستان و طالب ها در قضیه افغانستان براه انداختن و ای با تمام کوششایی که روسا در رقابت با امریکایی ها و میخواین از موری طالب و از مثلا کارت طالب استفاده کنه بر ضد امریکا، قسمی که در برنامه گذشته گفتم که طالب حجیر است، طالب ملیشه هست و به دست هر کس و در خدمت هر کس میتونه باشه، پس ای که امریکا میخواه از اونا استفاده کنن، امروز روسا میخواین مثلا نمایش قدرت کنن و حتی وزیر خارجه روسیه اعلان کرد که ما کوشش میکنیم که نام طالب ها را و یا به اصطلاح از لیست سیاه ملل متحد و تحریم های ملل متحد خارج بسازیم، یعنی مطلقا در راستای حمایت و به حساب و دفاع از منافع طالب ها روس ها قدم برداشتن و به اصطلاح قد علم نمودن با عدم دعوت از دولت کابل و به اصطلاح نمایندگی سیاسی افغانستان، خصوصا وزارت خارجه افغانستان باید در این مسئله فعال می بود، نماینده های برجسته دولت کابل در اینجا می بودی که سفیر افغانستان آمد، این با فشار روس ها بود و گفته شد که طالب ها در دور دوم مذاکرات که بین الافغانی گفته شد از حضور به اصطلاح استاد خلیل استاد خلیلی رئیس شورای عالی صلح و همچنان آقای بهاند سفیر افغانستان به اصطلاح مخالفت کردند و به هر صورت بازی مسخره‌ای که صورت گرفت در عدم حضور دولت وحدت ملی در مسکو، این نشان دهنده از است که روس‌ها به اصطلاح امو آینده افغانستان و سرنوشت افغانستان به خاطر منافع خود میتونن به طالب ها بسپارن و از اونها حمایت کنن و این سیاستگرا و سیاستبازهای معاملگر و فرصت طلب و شکست خورده و مورهای سوخته که به مسکو رفته بودن از کرزی گرفته تا حواریونش، اینا فقط در خدمت منافع دیگرا به اصطلاح پایکوبی میکنن و چک چک میکنن، اینا هستن ارزش ندارن نه بر امریکا نه بر روس ها و نه بر طالب ها، فقط از این مورها استفاده میکنن زیر فشار قرار دادن ذهنیت مردم و همچنان در جنگ روانی که طالب ها برای انداختن و پاکستان از این مورها به منافع خود استفاده میکنن و به ضرر منافع مردم افغانستان و به خاطر زیر فشار قرار دادن دولت کابل. در عین زمانی بدبختی مسکو از یک طرف از هموطنان گرامی کشمکشایی که در داخل کابل است، خودخواهی ها، انحصارگرایی ها و به اسلام و معاملات و سازش هایی که به خاطر ماندن در قدرت است و به خاطر غصب و قدرت و به حساب حفظ بی قدرت لعنتی، متاسفانه رقابت ها هم عاد شده، چنانچه برکناری 3 وزیر و تقرر 8 سفیر جدید، یکی از به اصطلاح مسخره ها و یکی از مسخرگی های جدید دولت فعلی در کابل است، به این معنا که همو وزیر را، وزیر تکنولوژی و تکنولوژی عمومی و مخابرات، آقای آریوبی را
آقای اشرف غنی برکنار میکنه، یقینا برکناری عاجل از او که از طریق رسانه ها و از طریق به حساب شبکه های اجتماعی میگن وزیر خبر شد و آمد پیش دکتر عبدالله و گفت که آیا شما خبر دارین که ما برکنار شدیم و دلیل چی است؟ و دکتر عبدالله در حضور کمره و اعتراف کرد که من از این خجالت کشیدم که یک وزیر آمد و از من پرسان کرد که ما چرا برکنار شدیم، شما خبر دارین؟ و من من حیث رئیس اجرایی خبر نداشتم. و دکتر عبدالله اتهام زد که این برکناری ها و این تقرری های جدید همه سیاسی است و بعد از اول جوزا باید روش و شیوه کار ما تغییر کنه. و آقای اشرف غنی امی وزیر بی‌کفایت که به اثر به اصطلاح بی‌کفایتی باید از وزارت مخابرات برکنار کرده باشه، بایس سفیر مقررش کرد. یعنی خود عزیز ثبوت میکنه هموطنان گرامی که موضوع به اصطلاح مامو سیاست و سیاستگری در افغانستان واقعا یک مسخره و یک عمل مسخری شده. اصلا به هیچ چیزی این سیاست مداران فیلین ما، این دولت مردان ما و این کسانی که مقدرات ملت به دست گرفتن متاسفانه پابند نیستن، با هیچ اخلاق سیاسی پابند نیستن. وقتی که یک وزیر به اثر به اتهام بی کفایتی و عدم به حساب همو تقوای کاری و یا بعد دلیل از اینکه شایستگی نداره برکنار میشه، پس چی دلیل وجود داره که او در رئیس سفیر در کشور مقرر شود؟ ما شاهد بودیم که وزیر دفاع افغانستان آقای حبیبی به اثر به حساب بی کفایتی از وزارت دفاع برکنار شد و همچنان لوی درستیزش، ولی هر دوی از او به حیث سفرا در خارج فرستاده شدن توسط دولت به اصطلاح وحدت ملی. و همچنان در دوران کرزی عین کار بود، وزیری که به اثر بیکفایتی یا هر دلیلی از وزارت برکنار میشد، میدیدیم که او به سفارت فرستاده میشد. و این جا به جایی ها که یک وزیر از یک وزارت آدم برکنار میکنه به جای دیگه میبره، اگر او آدم شایسته او کار بود چرا ادامه نمیده؟ اگر نه شایسته نبود در وزارت دیگه چی تضمین وجود داره که او کار انجام بده؟ به هر صورت بدبختانه اینجا روابط بر ضوابط در افغانستان حاکم شده هموطنان گرامی و به حساب همو شیرازی کار و کلاوی به حساب مشکل یک گریه هست در افغانستان که از سیاستمداران ما هم همو سر کلاوا به اصطلاح گم است و اینا اصلا شیوه و طریقه و روش را که باید من حیث یک دولت مرد، من حیث یک مسئول، من حیث یک کسی که شیرازی و مقدرات یک کشور به دست دارن اینا باید استفاده کنن، متاسفانه بدبختانه عاجز هستن از انجام اعمال شایسته. و به می دلیل هم است که شایسته سالی داری در افغانستان متاسفانه بدبختانه به قبر گذاشته شده و اصلا مدفون شده و در شرایط فعلی در 40 سال گذشته اعمال و کردار و انتخاب و روش کاری متاسفانه نیروهای جریان ها و دولت های چپ و راست افغانستان نه به اساس شایسته سالاری بوده، نه به اساس تقوای سیاسی بوده، نه به اساس دانش بوده، نه به اساس کارفهمی بوده، بلکه به اساس روابط بوده، به اساس ارتباطات حزبی و سازمانی و ایدئولوژیکی و بالاخره قومی و اینا بوده. و بدبختانه و متاسفانه بر اساس انحصارگرایی های ارگ و امروز سپیدار و ارگ به حساب در رقابت هستند، کسانی که مقدرات کشور ما را به دست دارن. حتی در سطح وزارت ها اگر ببینین باز وزیری که مقرر میشه بر اساس همی سیاست حاکم و جاری در افغانستان انحصارگرایی، قوم پرستی و به حساب تقرار بر اساس روابط جریان پیدا میکنه. در ولایات والی ها به عین شکل عمل میکنن و بدبختانه همین روش ناقص و ناسالم و مضر در سر تا سر افغانستان به هر طرفی که چش مندازین و نظر میاندازین شما متاسفانه و بدبختانه جریان در هموطنان گرامی. و من گفتم که انحصارگرایی های اخیر آقای اشرف غنی واقعا با ثبوت و دلیل عدم استقرار فکری و به حساب دانش و درک سالم رئیس جمهور از اوضای بورانی و حساس فعلی نشان میده. ما شاهد هستیم که در این اواخر بوران سیاسی در افغانستان به اوج خود رسیده،
انتقادهای نامزادها یا کاندیدهای انتخاباتی بر تیم ارگ و اشرف غنی شدت حاصل کرده، از اینکه سوء استفاده میکنن، سوء استفاده ابزاری از به اصطلاح و امکانات دولتی به خاطر تبلیغات سیاسی بر انتخابات آینده و از تو استفاده بر کمپاین های انتخاباتی. و بدبختانه در پالی از این اختلافات شدیدی که در میان سیاسیون ما هست، هر هم هر روز با کارنمایی ها و کاراوی های جدیدش به حساب یک آتش دیگه را در افغانستان شعله‌ور می سازه و یک بدبختی دیگر ایجاد می کنه. این که مخالفین سیاسی و مو به حساب خادیست بدنام حنیف اطمر که خود تربیه شده مکتب به حساب خاد و کی جی بی هست و در دامان از اونا بزرگ شد و بالاخره در مکتب ناتو و امریکا هم تقویت و رشد یافت و اولین قرارداد امنیتی را هم توسط از امو امریکایی ها و به حساب اینا امضا کردن در روز اول حکومت وحدت ملی، او امروز در اپوزیسیون از این ارگ و دولت قرار گرفته و با مو اندوخته های به حساب ایدولوژیکی خود و همچنان اندوخته های خادیستی و استخباراتی خود به خاطر بدنام ساختن رقیب سیاسی خود از بدنامترین و فاسدترین اتهاماتی که میتونست و میتونن استفاده کنن که عبارت از به اسلام و عدم رعایت پابندی به مسائل اخلاقی در چوکات ارگ است و یا سوء استفاده های به حساب جنسی از خانم ها و از همشیرهای ما افغان ها در مراجع قدرت و در ارگ و در چوکات دولت فعلی هست. متاسفانه بر اساس دسیسه و توطئه حنیف اطمر و تیم بدنامش و هواریون معاملگر و ارزش فروشش، ما شاهد هستیم که کسان استخدام میشن که بیاین و بگوین که از دخترای افغان، از خانمهای افغان که در ادارات دولتی مخصوصا در چوکات حرق و در چوکات دولت مرکزی کار میکنن، استفاده های جنسی صورت میگیره، اتهامات سوء استفاده اخلاقی از در حرق که یک اتهام بسیار بزرگ و اتهام بسیار سنگین و به اصطلاح واقعا ننگین است، توسط امی مخالفین سیاسی اشرف غنی امروز دامن زده میشه و این یقینا یک اتهام بسیار فاسد است، به خاطر که در رقابت های سیاسی خود اینا هیچ حد و مرزی را دیگه مراعات نمی کنند، اتهام می زنند. کسانی که در چوکات این دولت به حیث رئیس به حساب امنیت ملی و یا مشاور امنیت ملی اشرف غنی کار کرده، این جنرالی که میگه من مشاور ارشد اشرف غنی بودم و مسائل امنیتیش را پیش می بردم و یا کسان دیگه که به حیث مشاور بودن، اما خانمی که میگه من این حیث یک خانم شهادت میتونم که مسائل اخلاقی در هر کس، اینا کسانی بودن که در وقتی در قدرت بودن، در وقتی که در چوکات مو اداره بودن، در خدمت از اونا بودن و یعنی واقعا بر این آدم تأسف میکنه و تأثیر میکنه و نفرین میفرسته که اگر همچون یک مرجع یا همچون یک دولت یا همچون یک هرگ یا مرکز قدرت وجود داشته افغانستان که فاسد بود، فاسد در اخلاق بود، شما هم جز از این تیم بودین. شما در 4 سال گذشته بر مقدرات ملت در امی حکومت وحدت ملی با امی اشرف غنی و با امی تیم فاسدش همکاری کردین. یعنی اتهام زدن به این اندازه که به خاطر بدنام ساختن هر گو رئیس جمهور که به ناموس ملت افغانستان اینا به حساب اتهام بزنن که هر کسی که مقرر میشه یا هر وکیل و هر کسی که از خانم ها امروز به یک جای خدمت میکنن، این یک جنایت عظیم ملی و تاریخی هست. ای امو به اسلام ادعای پوچ و فاسد طالب ها را و پاکستان هموطنان گرامی به اسلام دسته میتن که یعنی حضور خانم ها، حضور دختران افغان در عرصه سیاست، در عرصه اداره و منیجمنت و در چوکات به اسلام ادارات دولتی باعث ایجاد فساد و ایجاد به اسلام سوء استفاده های جنسی و غیره میشه و ای میتونه که یک سند باشه برای کسانی که بگوین که بار شما بارها گفتیم که خانم ها را در خانه قید کنین و نمانین که ادارات دولتی و مرکزی و اینا بیاین کار کنن و در چوکات دولت و اداره و نظام باشن. و کسانی گفتم اتهام میزنن که اینا جز تیم امو ارگ بودن، جز تیم از امو اشرف غنی بودن و تا وقتی که در او تیم بودن اینا یک روز نگفتن همچون حرفا را.
ولی امروز به خاطر ضربه زدن به رقیب، حتی از اتهامات ناموسی هم اینا سیاسیون ما به حساب هیبا نمی ورزند. و این اما اوج به حساب بوران است در افغانستان و اوج ذلت است و اوج به حساب مسائل به حساب امو سرفگندگی سیاسی سیاسی امروز افغانستان است که اینا واقعا دیگه همه چیز زیر پای گذاشتن، هر ارزش از زیر پای گذاشتن، تمام امو بازی های سیاسی را بدون رعایت مسائل اخلاقی دیگه انجام میتن. در گذشته هم رقابت های سیاسی بوده، در گذشته هم فعالیت های سیاسی بوده، در دهه 40 در افغانستان مبارزات سیاسی در افغانستان بوده و مطبوعات آزاد بوده و ادامه داشته همینطور، حتی در دهه 60 و اینا ما شاهد از این نبودیم. حتی در دوران اوج جهاد افغانستان کس اتهامات اخلاقی به طرف مقابل خود حواله نمی کرد. حتی دولت به حساب وابسته و فاسد حزب دموکراتیک خلق افغانستان که حزب چپی بود و وابسته به شوروی بود، اما رهبران جهاد و قماندانان جهاد نمی آمدن و اتهامات پوچ بر آدرس رهبران سیاسی حزب دموکراتیک خلق حواله نمی کردن، به خاطر از اینکه یک نوع وجدان، یک نوع اخلاق ملی و سیاسی و اما به حساب اما عقیدتی پیش از اینا مطرح بود، حد و مرز خود میشناختن. ولی امروز متاسفانه و بدبختانه امریکا و ناتو و به خاطر منافع خود دولت افغانستان یک دولت به حساب تحمیلی را زیر فشار گرفتن و کسانی را هم از طرف مسکو، از طرف واشنگتن، از طرف تهران، از طرف کشورهای مختلف استفاده میشن سیاسیون ما که اینا در بازی های فیلی میدان سیاست افغانستان هم ارزش ها را. بله هموطنان گرامی، قسمی که گفتم متاسفانه بیگانه ها و خارجی ها و کشورهای مداخلگر مخصوصا سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و آقای خلیلزاد و همچنان امروز مسکو و تهران تحریک میکنه ای پاکستان و طالب ها که ای سیاسیون به اصطلاح به جان هم قسم بیفتن که فردا برات برای آمدن یک نظام فاسد و نظام بسیار به حساب مختنق و نظام بسیار ظالم و انحصارگرای به نام امارت اسلامی طالب ها در افغانستان باشن. تمام ای ارزش فروشی ها، تمام ای بازی های مسخری استخوان شکنی که امروز سیاسیون ما انجام میدن هموطنان گرامی به ضرر ملت ما بر امروز و فردایش است و دلیل همی است که سند و ثبوت میشه بر در آینده بر طالب ها که شما دیدین که اینا چقدر فاسد بودن، هر چقدر فاسد بود و در ادارات افغانستان اینطور فساد بود و ما میگفتیم خانم ها را نمانید که مکتب برای درس بخونه، مدرسه باشه، پانتون باشه، کار باشه، اداره باشه، هیچ چیز نباشه و اگر باشه اینطور است حکومت فاسد بود، اینا اسناد شواهدش رو ببینید. و همچنان تقرریایی که از طرف هر انحصارگرایی که صورت میگیره با غرور و تکبر و با اصلاح از جانب دیگه مخالفین هر روز حذف میکنن و بر موسایی مخالفت های سیاسی در افغانستان و به حساب امو شک و زنی که هست و همچنان به حساب امو حد و مرزی را که به حساب در سیاست برای خود تعیین کرده بودن مشکنانن و بالاخره همه چیز در میور و در انحصار خود آقای غنی و یک تیم معدودش میخواهد داشته باشه، باعث از این میشه که حتی متعیدین و حامیان قوی این دولت هم بر زنا انتقاد کنند، حتی سریعا مداخله کنند، چنانچه امیل در آخر برنامه ما صحبت آقای سفیر امریکا در کابل آقای باس بر شما میبانم که جان باس حلنا و به صراحت بر دولت فعلی انتقاد میکنه و میگه که هیچ صلاحیت ندارن بعد از اول جوزا که اینطور یک تغییرات به حساب گسترده را در دولت ایجاد کنن. این تغییرات قسمی که دکتر عبدالله گفت سیاسی است، سفیر امریکا من حیث سفیر یک کشوری که نباید در امور داخلی یک کشور دیگه مداخله کنه با خود اجازه میده و میگه که این همش منافع یک شخص یک تیم است. ما این سوال میکنیم که چی دلیل داره، کدام صلاحیت شما دارین که یک تغییرات گسترده میارین که تمام موینا را پس میکنین و وزرا را پس میکنین، سفیرها را تغییر تبدیل میکنین و مخالفین سیاسی شان عطمر و استاد عطا و غیره و غیره از شورا و پارلمان میخواین که شما مخالفت با دولت فعلی کنین و این دولت نامشروع است و دولت
به حساب خودخوانده هست و اینا، و بحران سیاسی به هر صورت در افغانستان عمیق و عمیق‌تر شده میره. ما دولت مردان ما به جای از اینکه عمو فیصلای را که به اصطلاح در اون لوی جرگی مشورتی کردن او را عملی کنن و واقعا در پای عمو فیصلایی که 3200 نفر با مصارف میلیونی انجام شد، یکی از او هموطنان گرامی عملی نمیشه. و در بازی میدان افغانستان آمد کرزه استادتا و منمیفا و محقق و غیره و غیره به مسکو میرن و اطاعتنامه می نویسن و بیعت میکنن و به اصطلاح در ماه مبارک رمضان بر عمره مسکو میرن و آقای غنی امروز عربستان سعودی رفت و کوشش میکنه که در اونجا با پادشاه عربستان سعودی مذاکره کنه. اینا از خارجی ها و از بیگانه ها سیاسین افغانستان به طریقه های مختلف دعوت میکنن که شما بیاین در امور ما مداخله کنین. در رقابت شدیدی که میان قطر و عربستان سعودی یا امارات و قطر جریان داره، متاسفانه سیاسین ما طرف یکی را و طرف دیگر را میگیرن. در بازی های مسخره که جریان داره، اگر هیئت سیاسی در مسکو میره میبینیم که آقای حمدالله مای مشاور امنیت ملی با پاکستان میره و این بازی ها با هم در تضاد و در یک رقابت بسیار کبرشکن قرار داره. هموطنان گرامی، منافع ملی متاسفانه توسط دولت فعلی و دولت مرکزی زیر پا گذاشته شده، همچنان منافع ملی توسط مخالفین سیاسی و رقبای سیاسی و مثلا سیاستمدارا و سیاستگرای ما هم زیر پا گذاشته شده. اینا بر منافع شخصی خود حاضر آماده هستند که هر عملی را انجام بدن، ولی بدبختانه هر عملی نامشروع و عمل غیر ملی که اینا انجام میدن، موضوع اوضاع افغانستان و موضوع افغانستان به اصطلاح اینا به بحران میبرن و با بحران بردن و در حوج بحران بالاخره شاید کشور ما چنان از هم بپاشه، چنان شیرازی وطن مردم ما باز به بحران باشه که ما شاید جنگ های داخلی، کشتار، وحشت و یعنی سومالیا ساختن افغانستان باشه، یعنی سوریه ساختن افغانستان باشه، یعنی کشوری باشه که تمام شیرازیش ازم پاشیده باشه که هیچ چیز در اونجا انجام نشه، لیبیا شو افغانستان. و اینا به می اندازه هم پیش میرن که تفنگ بیگانه در سر شانیشان باشه و یکی به منافع روسا باشه، یکی به منافع ایران باشه، یکی به منافع امریکا باشه، یکی به منافع پاکستان باشه و عربستان باشه و قطر باشه، حتی کوچکترین کشورها در افغانستان جنتهای خود و میساب و دست نشانده و دست پرورده های خود داشته باشند و حمایت شوند. و اینا حبا ندارن که افغانستان سومالیا شود و سودان شود و لیبیا شود. چنانچه امو کشورها هم توسط یک دولت های مقتدر اداره می شد، ولی سیاست و سیاستگران از اونا در تبانی و در به حساب اطاعت از مداخلات کشورهای خارجی متاسفانه وطن و مردم خود باشان کردن، در دادن، کشور خود آتش زدن. و متاسفانه از 40-45 سال گذشته این سیاستگران چپ بود که اول در خدمت شوروی افغانستان برباد کرد و بعدا سیاستگران به اصطلاح راست و چپ امروز مخلوط یک کچیر قلوط دیگه سیاسی را ترتیب کردن و امروز در بیعت خادیست های مانند حنیف اتمر و یا کسای دیگه امروز ببینید که به مسکو میرن و سیاست میکنن. من در آخر برنامه صحبت آقای جانباس هم میگذارم شما ایره بشنوید، مداخله علنی و سریع و واقع شرمناک یک سفیر در امور افغانستان. اینا بدبختانه متاسفانه کشور افغانستان در اشغال خود دارن، متاسفانه در امور سیاسی و نظامی ما مداخله میکنن، در امور کشور ما مداخله میکنن. بر اساس مداخلات از امینا هست و بود که امروز کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که در سال جاری در ششم ماه میزان فقط ما انتخابات ریاست جمهوری را دایر میکنیم، نه انتخابات ولایت غزنی و شورای ولایت، انتخابات شورای ولایتی را. شما ببینید هموطنان گرامی که وقتی که یک پارلمان از یک ولایت که ولایت مهم هم است و استراتژیک و سوق الجیشی از ولایت غزنی از نظر موقعیت خود و از نظر ترکیب به حساب جمعیتی خود و از هر نظر که ببینید، وقتی که یک پارلمان از یک ولایت هنوز اعضایش انتخاب نشده، چطور میتونه یک پارلمان مشروع باشه؟ چنانچه در عدم حضور نماینده های کابل پارلمان افتتاح شد و در عدم حضور نماینده های واقعی ما منتخب ولایت
غزنی، پارلمان و بوران است همیاله، جنگ و دعوا و جنگ های فیزیکی و دو و دشنام و قوم گرایی و قوم پرستی و به حساب سمت و سوی قومی دادن سیاست و در پارلمان جریان داره و ما متاسفانه میبینیم که در این بازی ارگ هم بازی میکنه و سیاست مدار های بیدرد و بیدرک افغانستان هم و اینا بر خاطر منافع خود میتونن که از ابزار قوم، مذهب، زبان، سمت و منطقه به منافع سیاسی خود استفاده کنن. برای اینا هیچ منافع ملی مطرح نیست. نه امروز پارلمان افغانستان، شورای افغانستان کدام پرستیج و به حساب امو حیثیت برش گذاشته شده، نه در دولت افغانستان و نه رقابت های سیاسی ما به حساب رقابت های انسانی و رقابت های به حساب امطور سیاسی و قابل پذیرش است. متاسفانه بدبختانه اوضاع افغانستان به بدترین حالت خود قرار داره. متنان گرامی، شما را تا برنامه آینده به خداوند کریم رحیم مسپارم. یک سفر در پیش دارم، شاید به خاطر اشتراک در نماز جنازه و فاتحه پسر کاکایم دگروال صاحب اسدالله جان ناصری که در امریکا وفات شدن، یک سفر کوتاه به امریکا بکنم. اگر هفته آینده برنامه نداشتم، شما را باز هم در برنامه های بعدی خود انشاءالله میزبان خواهم بود. آرزومند هستم نظریات و پیشنهادات و حتی انتقاداتتان برای من بنویسین، من بسیار خوشحال میشم. و تا برنامه دیگه و تا دیدار دیگه، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سفیر امریکا در کابل دوره قانونی کار حکومت وحدت ملی را بر بنیاد قانون اساسی افغانستان پایان یافته می‌داند. جان باز هرچند تصمیم دادگاه عالی را درباره ادامه کار حکومت حرمت می‌دارد، اما بر به میان آمدن محدودیت‌های در صلاحیت‌های حکومت وحدت ملی تاکید دارد. سفیر امریکا در کابل تغییر و تبدیل وزیران و مقام‌های دیگر حکومتی را پس از پایان دوره قانونی حکومت پرسش برانگیز می‌داند و می‌گوید که مناسب است تا پرسیده شود که آیا این اقدامات به سود منافع ملی است یا به سود افراد در حکومت. سفیر امریکا در کابل در یک گفتگوی ویژه با تولو نیوز میگوید که حکومت وحدت ملی در یک دوره فوق العاده قرار دارد و در این دوره رهبران و دیگر مقام های حکومت باید از انجام برخی از کارها در حکومت جلوگیری کنند. ما کاملا انتظار داریم که رئیس جمهور و رئیس اجرایه و نیز وزیران و کارمندانشان باید بدانند که این یک دوره فوق‌العاده است و آنان باید تا اندازه با جلوگیری عمل کنند تا اینکه چگونه امور حکومت را به کارهای بنیادین حکومت محدود سازند. امروز بسیاری از کسانی که در حکومت هستند به سادگی فکر میکنند که دوره کارشان تمدید شده است و کارهایشان به گونه معمول پیش میرود. جان باز با اشاره به تغییر و تبدیل وزیران و دیگر مقام های بلندپایه در دوره به گفته او فوق العاده و تکیه بر ماده دهم قانون انتخابات میپرسد که آیا این اقدامات به سود منافع ملی است یا برای بهره گیری حلقه های در حکومت و یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری. مناسب است پرسیده شود که چرا یک روز پس از پایان دوره قانونی حکومت وزیران تغییر می کنند و چرا بسیاری از مقام های بلند پایه دیگر تغییر می کنند. در بسیاری از مردم سالاری ها 3 الی 4 ماه پیش از انتخابات تغییرات بزرگ را در کابینه نمی بینید. مصاحبه هنوز به طور کامل نشر نشده و ما او را ندیدیم و قبل از وقت است که سر بخش های مصاحبه تفسیری داشته باشیم.